مناطقی از حومه دمشق پایتخت کشور سوریه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتن. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد که برخی اماکن در حومه شهر دمشق هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته با این حال پدافند هوایی ارتش کشورش به مقابله با آن پرداخته است این منبع نظامی در ادامه نیز تاکید کرد که سامانه های پدافند هوایی ارتش سوریه به مقابله با موشکها پرداخته و بیشتر آنها را ساقط کرده است. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در نتیجه مقابله سامانه های پدافند هوایی این کشور با حمله موشکی اسرائیل به هومه دمش چند انفجار شدید این شهر را لرزانده است. این نهاد مستقل و مخالف نظام حاکم در دمشق همچنین مدعی شد که موشک های اسرائیلی منطقه ای نزدیک به حرم حضرت زینب سلام الله علیها در منطقه سید زینب را هدف گرفتند. به گفته این نهاد در این منطقه بیشتر نیروهای نزدیک به ایران و حزب الله متمرکز شدهاند. هنوز تلفاتی از این حملات مخابره نشده است. این حملات به منطقه سید زینب دمشق در حالی صورت گرفته که بسیاری از موشک های اسرائیلی توسط پدافند سوریه ساقط شدند. منطقه سید زینب که حرم های متحر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیه ما را در خود جای داده در حومه دمشق واقع شده و احتمال آن می که در این حمله تعدادی از موشک به حرم های متحر اصابت کنند. برخی میگویند نیروهای مسلح حاضر در این منطقه به بهانه محافظت از حرم زینبی از نظام حاکم سوریه دفاع میکنند و این میتواند در درگیری ها باعث آسیب رسیدن به حرم متحر آن حضرت شود از این رو بسیاری از شیعیان حملات اسرائیل را محکوم کرده و هشدار دادند مسئولیت آسیب به حرم متحر حضرت زینب سلام الله علیها در درگیری متوجه طرفین خواهد بود. لازم به ذکر است این روزها که مصادف شده با شهادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از همین رو تعداد زیادی از زائران سوریهی و عراقی هر روز به زیارت حرم متحر این بانوی گرامی می روند. لذا جا دارد ارتشهای منطقه نسبت به هر گونه رفتار یا اقدامی ملاحظات مختلف را در دستور کار قرار دهند.